مالکان کارخانه قالی‌شویی در شهر کابل میگویند که با فرارسیدن عید سعید فطر کار آنان بیش از 4 برابر افزایش یافته است. طی سالهای اخیر در نقاط مختلف شهر کابل کارخانه های قالی‌شویی ایجاد گردیده و در حال افزایش می باشد. با نزدیک شدن روزهای عید کار قالی‌شویان بیشتر می شود و آنها در دو شفت کاری مصروف کار می باشند. عبدالحمید جبارخیل مدیر مالی و اداری قالی‌شویی در منطقه مکوریان 4 شهر کابل با آژانس خبری پژواک گفت که طی سالهای اخیر کارشان بهتر شده، اما در ایام عید و سال نو پررونق‌تر از دیگر ایام می باشد، زیرا اکثریت مردم برای تجلیل از این ایام منازلشان را صفایی می کنند و قالین‌هایشان را شستشو می دهند. زمنګ دوه شفت ویل کنه، یو شفت دی ورځی دا اوس دی ورځی چې دای کم زمنګ 15 شپارس کسان چې دی غو خپل په قالین منځلو کې مصروف دي، څوک زی خپل آرډرونه بیرته راوړي، څوک بیرته ورکي. د یو شفت بل لرو چې دا د اختر ورځو کې کارونه بل عموم زیاتیږي، هر وخت نه خو د اختر ورځو کې بیا لږ مشکلات زمنګ زیات شي، هغه لپاره بیا موږ دوه شفت په نظر کې نیولای چې د شپې 8 بجو نه د تراونه بعد شروع کیږي، تر شپې 1 بجه 2 بجو پورې، تر څو چې هغه خپل روزمره کارونه دوی تکمیل کړي، بیا بعد هغه نه دوی خپل استراحت کړي، هغه بیا د ورځې ویدي. در عین حال مایل سر کارگر این کارخانه در مواد شیوه کارشان میگویند اول که قالین خاکگیری میشه، به خاطر خاک میداشته باشه که باید تی پاک شوه، بعد از خاکگیری تر میشه، که تر شد موادش انداخته میشه، باز ششته میشه، سرش ماشین گشتانده میشه، ببینیم اگر سفید باشه دهش وای تکس مندازیم سفید کننده، اگر نباشه همون تادی کت پودر مایه میشه. همچنان حسیب الله امیر باشنده مکوریان 3 شهر کابل که قالین منزلش را برای شستشو آورده بود از ایجاد همچو کارخانه خوشحال است و میگوید که برای خانواده ها سهولت را ایجاد کرده است. یکی خو اینا خودشان میارن وقت تماس میگیرن، دومانی که در شستشو وسایل و اشخاص با تجربه کار میکنن، نسبت به اینکه در خانه باشیم پاکتر و تمیزتر میشیم. ما هر سال به خاطر این سهولت هایی که دارن پیش اینا میاریم. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.